دو تن از فعالین دانشجویی سابق، آقایان ایمان ملکا و محمد زعیم‌زاده، امشب در استودیو حاضر هستند تا در این خصوص به گفتگو بپردازند. دانشجو امسالم برای برگزاری سنگ تموم گذاشتن. خب هرچی باشه مراسم مراسم خودشونه. مراسم روز دانشجو رو میگیم. امسالم فضای دانشگاه ها در روز 16 آذر حسابی متفاوت. دانشگاه های مختلف و تشکل های دانشجویی فعال هر کدوم برای خودشون برنامه تدارک دیده بودن. از برگزاری جلسات پرسش و پاسخ و سخنرانی با حضور چهره های سرشناس سیاسی گرفته تا مناظره های داغ با حضور نگاه های مختلف. یکی از مهمترین برنامه های 16 آذر امسال هم سخنرانی رئیس جمهور در دانشگاه علوم پزشکی ایران بود. سخنرانی که اگر بخوایم خلاصش کنیم یه شاخبه داشته و اونم چیزی نبود جز اهمیت نقد و وجود فضا برای منتقدین و انتقاداشون. از بوج فرنگی گرفته تا انرژی هسته‌ای. نقدش رو نسبت به دولت روا می‌داره. البته دولت به انتقاد دلسوزانه و شرافتمندانه افتخار میکنه. یعنی دقیقاً همون چیزی که دانشجوها خیلی بهش علاقه دارن و اصولاً دانشجوها رو در همه جای دنیا با اون میشناسن. آقای ملکا به عنوان یکی از دانشجویان سابق 16 آذر امسال رو چطور دیدید؟ بسم الله الرحمن الرحیم. من البته هنوز خودم هنوز دانشجو هستم. به نظر من در اصول و ریشه ها خیلی تفاوت عمده ای نداشت. یعنی اثر البته تجربه انباشتی رو میشد دید. شرایط فضای عمومی هم به نظر من به گونه ای بود که یک مقدار توازن بیشتری امسال حاکم بود توی برنامه ها. یعنی بالاخره گروه های مختلف به صورت نسبی فعال بودن، هرچند من فکر میکنم تا اونجایی که شاید در واقع بخوایم بگیم که آرمانی خوب بشه تلقی کرد خیلی فاصله داریم. آقای زعیم‌زاده نظر شما چیه؟ 16 آذر امسال چطور دیدید؟ بله، من مقدمتا تو بخش اول فراموش کردم با دو روز تاخیر روز دانشجو رو تبریک عرض بکنم خدمت همسنگرامون توی دانشگاه ها. اما در مورد روز دانشجو که خدمتتون عارضم، چند نکته وجود داره. حالا بحث مبسوط آقای ملکانی ما دارید سریع از روش رد شدن. اون چیزی که از سوی دولت ارائه شد روز دانشجو نبود، روز دولت بود، مثلا روز کارمند بود، میشه تعابیر این شکلی به کار برد. و حالا هم در این جلسه که آقای رئیس جمهور تشریف آوردن که البته عرض کردم اصل حضور ایشون مغتنم هستش، فرصت خوبی هستش، توی این جلسه و توی جلسات دیگر که دولت نقش داشت ما شاهد بودیم که دیگه اون حال و هوای دانشجوی حاکم نبود، به سمت و سوهای دیگه ای رفت. مثلا این میتونست تو هفته دولت هم همچین جلسه برگزار شد، تو شهریور ما هست اگه اشتباه نکنم، یا چه میدونم میشد روز کارمند برگزار کرد، روز ارتش برگزار کرد. اون اتفاقی که افتاد حالا خصوصا توی دانشگاه علوم پزشکی ایران از این حیث قابل بحث هستش. انشاءالله اگه تو بحثتون بود بنده خدمتتون الان مواردشو عرض خواهم کرد ان شاء الله.